oh به نام الله مهرور ارز و برز سلام خدمت شما عزیزان بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاتو در هر کجای این کره خاکی که هستید در حفظ و پناه الله متعال و منان باشید و الله متعال و شکر سپاس میگم که این توفیق دوباره حاصل شد تا بتونیم در برنامه پالایش در خدمت شما عزیزان بیننده باشیم اما خطری ازان بیننده که خرافات بر جامعه داره یعنی بر افکار جامعه بر باورهای جامعه و به طور خلاصه همونطور که تو موضوع و نام هست بر دین مردم و بر دنیای مردم یعنی خطر خرافات و عواقب سوء آن فقط خلاصه به دین و اعتقادات نمیشه ازان بیننده بلکه دنیای ما رو هم و معیشت ما رو هم در بر میگیره یعنی به هر دوتا لطمه میزنه و هر دوتا رو تحت شعای خودش قرار میده در واقع خرافات زمانی که در جامعه میاد ازان بیننده یک چیزهایی بگیم به حالا به بیان ساده تر یک قلابی هست در واقع چیزهای قلابی که حالا خرافات دینی که به دین نسبت داده میشه و لباس دینی به اون پوشونده میشه و به عنوان دین تحویل جامعه و مردم داده میشه به عنوان این که این حرف خداست خدا اینو گفته پیامبر اینو گفته کتاب الهی اینو گفته اهل بیت اینو گفتن این مکتب ناب اهل بیت یا در واقع به هر عنوانی که به دین نسبت داده بشه اما اصلی در دین نداره یک چیز قلابیه یک چیز به وجود آورده شده هست یک چیز درست شده هست یا چیزی که صحت اون به اثبات نرسیده اما به دین چسبنده شده به دین نسبت داده شده و در طول تاریخ ایزان بیننده بودن دروغگوها و در واقع دروغ پردازانی که دروغ درست می کردن چیزایی که اصلا جزو دین نبود خدا اونها را نگفته بود پیغمبر اونها را نگفته بود میمدن درست میکردن به عنوان اینکه حالا یک چیزی هست که دین گفته بنابر مصالحی که خودشون داشتن و بنابر حالا چه بسا طرف اهل بدعت بوده برای نشر حالا یک فکر منحرف یا بدعت خودش چیزی رو به وجود می ارده. یک روایت می ساخته یک حدیث می ساخته و اونو نسبت به پیامبر میداده یا اونو به امام نسبت میداده اونو به یکی از صحابه یا یکی از در واقع بزرگان دین نسبت میداده برای اینکه کارش را بیفته حالا به زعم خودش اون هدفی رو که داشته یا اون بدعتی رو که میخواسته منتشر بکنه یا اون فکر منحرفی رو که داشته برای اینکه به نوعی مشروعیت بهش بده به مردم میگفته که آقا اینو پیغمبر گفته اینو خدا گفته حتی مثال های بیننده میارن محدثین در مورد کسانی که می اومدن و حدیث و روایت درست میکردن برای منافع خودشون طرف میوه فروش بود میخواست میوه بفروشه میومد در مورد یک میوه یک شهری یک حدیث روایت میکرد مثلا میگفت که بازنجان یا بادمجان فلان شهر رو اگه شما بخرید شفای فلان مریضی هست یا هندونه فلان شهر نمیدونم این بلا رو از شما دور میکنه این مریض بیماری رو از شما دور میکنه و چون این روایت هایی که در واقع طیف های مختلف میومدن اینها رو درست میکردن و در میان زندیق هم بودن زندیق ها و افرادی که ضد دین بودن اصلا افرادی که لباس دشمنی با امت اسلامی رو هم به تن کرده بودن و مترسد ضربه زدن به امت بودن مترسد ضربه زدن به این دین در واقع بودن و دشمنان قسم خورده این دین بودن اصلا اونها هم یکی از سیف هایی بودن که به میدان اومدن و روایت درست کردن و افکار و ایده هایی رو به وجود آوردن برای این که در واقع به اهداف خودشون برسن برای اینکه اصلا این دین رو از اون واقعیت و حقیقت خودش خارج بکنن یک چیز تقلبی و قلابی تحویل جامعه و تحویل مردم داده بشه به نام دین دینی که در واقع یک چهره مسخ شده از اون و چه بسا یک چهره زشت از اون نشون داده بشه به دیگران چهره زشتی که از تعالیم و آموزه های این دین نشون داده بشه چهره زشتی که از پیروان این دین از نسل برتری که بر اساس آموزه های این دین تربیت در واقع تربیت شدن صحابه رسول الله صلی الله علیه بهترین نسل بعد از انبیا و نسلی که شاگردان مکتب نبوی بودند و خداوند متعال اونها رو به عنوان بهترین نسل بعد از انبیا در واقع تو قرآن به ما معرفی میکنه و از اونها تمجید و تعریف میکنه و در واقع مهر تعیید و خداوند به اونها میزنه در کتاب خودش پس خرافات ایزان بیننده و چیزهای ساختگی و چیزهای مندرآوردی با اهداف و با مقاصد گوناگون درست میشن به دین نسبت داده میشن در واقع در دین وارد میشن برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که من هر که چیزی رو در دین ما وارد کنه که از اون نیست و رد هر که چیزی رو بگه که از دین ما نیست و ما اون رو نگفتیم اصلا بیاد بسازه من کذب علی متعمدن فلیتبه و مقعده من النار هر کسی که بیاد به دروغ عمدن به رسول الله به پیامبر دروغ ببنده یه چیزی رو که پیامبر نگفته بگه که پیامبر گفته بسازه درست کنه به پیامبر نسبت بده برای این ایزان بیننده که ما در طول تاریخ اسلامی محدثین در واقع وظیفه غربال کردن احادیث رو بر عهده گرفتن یعنی در یکی از افتخارات امت اسلامی ایزان بیننده علم, علم حدیثه و محدثین هم. و قواعد دقیقی که به وجود آوردند و دقتی که در این زمینه به خرج دادن و قواعدی که اصلا مولای درزش نمیره چنان فیلترهای قوی گذاشتن برای قبول روایت برای در واقع پی بردن به صحت و ضعف اون و اینکه آیا پیامبر اینو گفته یا رسول الله صلی الله علیه و آله اینو نگفته هم بررسی متن اون از جهت روایت که علم حدیث در واقع به دو بخشه هم بخش روایت ما داریم هم بخش درایت رو داریم روایت صند و بحث میکنه و در واقع اینکه آیا این صحت داره این راویانی که اینو روایت کردن انسانهای های هستن مورد اعتماد هستن مورد اطمینان هستن و علت پنهانی اگه در حالا در علم حدیث ما داریم علت میگن یعنی چیز پنهانی که از شبسا انسانهای عادی یا اهل علم عادی پنهان میمونه اما اونهایی که در واقع جز خبرگان در علم حدیث هستند و ید طولایی دارند در این علم و تجربه زیادی دارند اونها میتونن این علت ها رو در بیارن اونها رو متوجه بشن و در قسمت روایت درایت حدیث مفاهیم بیرون آوردن مفاهیم و معانی که تو حدیثه در سایی اون حدیث میخواد به ما بگه چه مثلا در خود الفاظ حدیث اصلا چیزایی باشه که با تاریخ و اون زمان و مکانی که اتفاق افتاده مطابقت نداشته باشه با عقل مطابقت نداشته باشه و در واقع از خود الفاظ حدیث معلوم باشه مشخص باشه که ساختگی اینو به وجود آوردن برای اینه که ایزان بیننده ما در نصوص دینی ما بویژه در آیات کلام الله مجید الله متعال از ما خواسته و به ما دستور داده که ولا تقف و ما ليس لك به علم قرار نیست هر چیزی که به نام دین به ما داده شود به نام این که این حرف خداست به نام این که این حرف پیامبره به نام این که این اینو اهل بیت گفتن و اصلا روح اهل بیت از اون خبر نداره اصلا بیگانه است و ما... با مکتب اهل بیت با, با عقیده اهل بیت با باورهای اهل بیت و اهل بیت این گونه نبودن و شده در جامعه زن بیننده جز مسلمات که جا افتاده تو, تو جامعه چه بسا اصلا شما اگه به طرف بگی که آقا حرم فلان مزار یا قبری که شما میری امام رضا نمیتونه کاری برای تو بکنه اصلا خودش یه مخلوقه خودش یک انسان عادی مثل من و شما بوده گرسنه میشده تشنه میشده بیمار میشده سختی میومده تو زندگیش چیزایی که اصلا دلش نمیخواسته میومده ناملایمات تو زندگیش میومده خود امام رضا خود حضرت رضا مگه وقت سختی چه کار میکرده آیا میرفته به امام... سر قبر امامای قبل از خودش از اونجا حاجت از اونها حاجت میطلبیده آیا میرفته سر قبر رسول الله علیه و از اون حاجت میطلبیده آیا خلفای راشدین آیا علی مرتضی آیا حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین عج... اینها مشکلی براشون پیش می اومده بیماری براشون پیش می اومده حالا می رفتن سر قبر ائمه یا سر قبر رسول الله جدشون می رفتن مثلا که یا رسول الله تو حاجات ما را برآورده بکن یا در واقع داد ما را به خداوند برسون یا یا این که بگن یا رسول الله ادرکنی مثلا لیاذ بالله این چیزا نبوده بیننده اینها بعدها ساخته شد اینها را اونهایی که میخواستن از راه دین معاش دین معاشی کنن در واقع از راه تجارتی راه بندازن کار و کاسبی و کار و کسبی راه بندازن به نام دین اومدن چیزا را به وجود آوردن پس اگر عقاید باطلی از ایزان بیننده و خرافات هایی چه بسا در جامعه جا افتاده به نام دین که اگر به طرف بگی اصلا این شفا نمیده میگی که مگه میشه که نمیدونم قبر علی ابن موسی رضا شفا نده مگه نمیشه نمی... که قبر معصومه شفا نده مگه میشه که قبر فلانی شفا نده اصلا ممکن نیست ما از کوچکی این چیز به ما گفته شده از زمانی که ما کوچک بودیم تا در واقع رفتیم تو جامعه درس خوندیم بعدا تشکیل خانواده داردیم الان در واقع فعالیت داریم و تا الان این چیزها تو جامعه به ما, خو... یعنی در واقع ما اینگونه فهمیدیم مگه میشه چه بسا اصلا باور شایزان بیننده یعنی خرافات ها و انحرافات عقیدتی و شرکیات و بدعت هایی باشند که جزو مسلمات در جامعه به عنوان مسلمات جا افتاده باشند به چیزی که اصلا جزء دین مردم اونها را بدونن و نتونن خودشون از اونها بکنن و ما همین خرافات و بیننده در قضیه بیماری کرونایی که اومد که طرف میاد اونی که نمیدونم تولیت حالا حرم محسومی رو بر عهده داره میاد آقا مردم و فرا میخونه که آقا بیا که کی کی میگی که باید حرم محسومی رو ما تحتیل کنیم خود معصوم شفا میده اگه شما بیماری کرونا گرفتید بیایید که معصوم شما را شفا میده اما دیگه بعدها آقایون به این نتیجه رسیدن که آقا این خرافاتی که به نام دین به خورد مردم دادن و به خورد جامعه داده شده چرا بعدها بعضی اومدند و شلوغی و هیاهو را انداختند و که چرا اینها را بسید و برای لاپوشانی این میان آقا اینا به طیف های مختلف نسته که اینا شیرازی ها هند و اینها فلان هند و فلان آقا اینها کسایی هن که زانوی تلمز پای منبرهای شما زدن اینها همون کسایی هن که شما بهشون گفتید که آقا این شفا میده برو پیش محسومه که شفاد میده بیماری تو شفا میده برو پیش امام رضا که امام رضا تو رو شفا میده برو شاه که اونجا شفا پیدا میکنی برو قبر فلانی در نجف برو در, در سامرا که اونجا شفای تو اونجاست اگر بری به قبر فلانی قبر فلان امام اینقدر حج اندازه هزار حج صد تا حج برای تو حج و ثواب داره آقا این چیزها رو زمانی که تو گوش جامعه اونهایی که لباس دین به تن کردن فرو کردن و به عنوان مسلمات به جامعه تزریق کردن که این دینه دینه این علیاز و بالله خدا را رها کردن خدایی که خالق رز... امامر... حضرت رزاست خدایی که خالق معصومه است اللهی که خالق حسین را دلاتالانه است اللهی که خالق همه این هاست اللهی که اگر اینها بیمار شدن در وقت بیماری سوالی سوال ایسا اینها چه کار میکردن؟ خود ائمه اهل بیت و این بزرگواران زمانی که بیمار میشدن چه کار میکردن؟ آیا سر قبر کسی میرفتن؟ آیا بالله از پیامبر رو فریاد میزدن که حالا بالاترین فرد این امته میرفتن که رسول الله فریاد بزنن؟ مگه خود همین آقایون دعاهای اینها رو نمیارن که چقدر از دعاهای اینها که همش الله همش دارن وصف خداوند رو میکنن همش دارن ناتوانی خودشون ضعف خودشون احتیاج خودشون و اینکه نیازمندی همه رو دارن پیش خداوند عرضه میکنن و همه نیازها و خواسته های خودشون رو از الله متعال میطلبند مگه علی رضی الله تعالی تو نهج البلاغه در بعضی از خطبه هایی که هست خود آقایون مگه این خطبه ها رو نمیگن بیان نمی که علی رضی الله تعالی میاد و از الله اظهار عجز و ناتوانی پیش خداوند میکنه خاصه خودش رو از خداوند میخواد پس چرا اون آقایونی که خودشون بیمار میشن میرن در بهترین بیمارستان ها بسری میشن بهترین کادر پزشکی براشون در نظر گرفته میشه برای درمانشون خب اگه آقا اگه این کاری میکنه پس چرا برای خودت کاری نمیکنه چرا خودت نمیری اینجا اگر واقعا این میتونست شفا بده چرا الان که این بیماری اومدی درها اینها رو تخته کردی چون آقا این دکان هست این تجارته چه بسا بیشتر آقایان میدونند اصلا هستن اده ای که فریب خورده هستن جاهلن نادانند و در واقع بگیم که کجفهمی دارند و گمراهی دارند شاید این تصور رو دارند که اینها شفا میدن اما هستند و شاید خیلی زیاد دکاندارانی که اینها اینها رو به عنوان دکان و راه تجارت و کسب و کار میدونن و نباید تعطیل بشن چطور این خرافات و اینکه آقا میتونستید یک شهری حالا هر شهری باشه قرنطینه کنید از اول که این بیماری پخش نشه این بیماری دامنش این همه گسترده نشه این همه کل جامعه رو در بر نگیره با قرنطینه کردن یک شهر به طور جدی و با یعنی از و جز میشد جلو این بیماری رو گرفت میشه در نطفه این ویروس رو خفه کرد همونجا محدودش کرد اما متاسفانه اونهایی که یعنی اربابان خرافات و اونهایی که چه بسا اینو بر نتابن که بهشون بگی آقا این کار شما اشتباه است قرنطینه چیزی که پیامبر ما ما را به اون فرا خونده، ما را به اون دستور داده میریم از اونو بیننده کلیپ کلیپ رو ببینید که چگونه خرافات میتونه ضربه های سنگین به جامعه وارد بکنه و کسانی که در واقع با خرافات میخواند مشکلات جامعه را حل کنند به زعم خودشان با خرافات و با شرکیات میشود جلوی بحران ها را گرفت جلوی معضلات را گرفت و علیاذ بالله خدا را گوشه ای گذاشت میریم با هم این کلیپ رو ببینیم

و آقا شما که کرونا گرفتید و دچار این بیماری شدید بیاید به حرم کی, م... کی میگه باید حرم رو ببندید شما تصورش رو بکنید از زن بیننده که چقدر بر اثر همین خرافات ها و همچین اشخاصی که به جای اینکه جلو یک موزل رو بگیرن به جای اینکه خطر رو به حد اقل برسونن به جای اینکه آقلانه بیان با قضایا برخورد کنن چون میان اینگونه مردم رو تشویق میکنن به کارهایی که بیشتر بلا به سر مردم میاره یه بیماری را بیشتر گسترش میده طرف میاد لیس میزنه به نمیدونم به اون آهنها و اون حالا چیزهایی به خول خودشون زریح و فلان و چگونه این باعث انتشار بیماری میشه به راحتی و این نقشی ازان بیننده که دین انحرافی و خرافات دینی خرافات به نام دین که دین واقعی از اینها بدوره بر ما صلی الله علیه و سلم متفقون علیه این حدیث در بخاری در مسلم وجود داره که رسول الله صلی الله علیه و سلم آقا جایی که تا اون اومده نرید اونجا شمایی که اونجا هستید بیماری های تا گونه و با گونه به مانند کرونا از اونجا بیرون نرید از بیرون کسی داخل نیاد لا یوردن ممرد الا مصح اونی که بیماره پیش آدم سالم نیاریدش قاطی نکنید اونها رو با اصل قرنطینه ای که در زبان علمی امروز بهش میگن قرنطینه رسول الله صلی الله علیه و آله 1400 اندی سال پیش رسانه بیننده ما رو به این فرا یک چیز دینی یک چیز شرعیه که پیامبر ما ما رو به اون فرا خونده. تا جایی که یک روزنامه انگلیسی میاد سر تیترش رو رسانه بیننده یه روزنامه آمریکایی این قرار میده که پیامبر مسلمانان ما رو به قرنطینه فراخوانده در اون زمان خب یه غربی یک آمریکایی میاد این چیز رو قبول میکنه مده و ستایشش میکنه تو آقایونی که لباس دین بر تن دارن خودشون رو مرجع میدونن خودشون رو عالم دینی میدونند و اینکه در امور دین مردم مردم رو راهنمایی بکنن چه چهره بدی اصلا از دین نشون داده میشه آقا دین که خرافات نیست دین جهل و شرک و این گونه در حقیقت ضربه زدن به دنیای مردم به جان مردم به سلامتی مردم نیست اصلا خرافات ایزان بیننده نه تنها سلامت جسمی ما را تهدید میکنه سلامت روحی روانی ما رو به خطر میندازه اصلا این خرافات ها این عقاید و باورها و روایتهایی که همش حقد و کینه تو دلها میکاره یعنی جز کاشتن حقد و کینه و دشمنی و اینکه به خون دیگران تشنه بودن و این خرافاتها شرک از غیر خدا خواستن و خب اینا کجا اصلا میانه ای با دین داره؟ کجا میانه ای با مکتب اهل بیت داره؟ الله متعال ایزان بیننده در کتابش به ما میفرماید می و از ما میخواد که ولا تکف مال سلک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل که کانن هم مسئول آقا هر چی شما میشنوی هر چی شما میبینی و هر چه فکر اونو میکنی اونو حلاجی میکنی در برابر همه هم اینها مسئولی این گونه نیست که انسان در واقع بیاد یک چیزی رو منتشر بکنه و اصلا این خیالش هم نباشه آقا بیا که هر فلان قبر و فلانی شفات میده یعنی اینگونه با جان مردم بازی کردن اینگونه با سلامت جامعه و مردم بازی کردن و این آگاهی دیزان بیننده الله مطال در هر زمینه حتی در زمینه دینداری ما حتی در زمینه این که ما خداوند متعال و به وحدانیت بشناسیم خداوند میفرماید که فعلم انه لا اله الا الله بدون با علم به وحدانیت خدا به توحید الهی به شناخت الهی به معرفت الهی با علم با علم دست پیدا بکن خداوند رو با علم بندگی بکن با آگاهی بندگی بکن این نیست که هر چه ما شنیدیم به نام دین یا هر چه به عنوان دین به ما تحویل داده شد در واقع ما اونو بپذیریم چشم و گوش بسته مطیع اون باشیم که این هم دین ما را تباه میکنه ایزان بیننده هم عقیده ما باورهای ما رو از بین میبره هم به جامعه ضربه میزنه چرا که خرافات خلاف علم خلاف عقل خلاف اصلا مسلماتی که بشریت هم به اون رسیده و اصلا یک سری توهماتی که نه ربطی به دین داره نه ربطی به عقل بشری داره نه ربطی به امور علمی داره در جامعه منتشر میشه به نام دین متاسفانه برای اینه که رسول الله صلی الله علیه و در حدیث اساسا نمیننده رسول الله میفرماد که من اتا کاهنن و عرافا فصدقه بما یقول فقد كفر بما انزل علی محمد صلى الله عليه وسلم. جامعه خرافات زده و خرافاتگرا از آن بیننده و زمانی که خرافات تو جامعه منتشر بشه و دیگه مثل جامعه قرون وسا که ما خوبه که یک مقایسه داشته باشیم از آن بیننده میان جامعه اروپای قرون وسا و کلیسای قرون وسطا در واقع و چیزی که الان در جامعه ما به نام دین جریان داره که در حقیقت چنان اصلا چهره بدی از دین نشون میده و چنان ضربه ای به دین وارد میکنه و چنان دین گریزی را به وجود میاره به نام دین و ضرباتی که اصلا به دین داره وارد میکنه چون تو طرف میاد میگه که خب اگه فلان شهر رو میخواهید قرنطینه بکنید اسلام اسلام ضربه میبینه میخواید آبروی اسلام رو ببرید اینجوری بدتر آبروی اسلام رو شما میبرید زمانی که برای جان مردم آخه اسلام از ضرورت های پنجگانه دین ما اینه که ما به جان مردم اهمیت قائل باشیم ما به اهم از در اولویت قرار داده بعد از دین جان مردم هست که ما به جان مردم به سلامت جامعه اهمیت بدیم اینو دین از ما خواسته و خداوند در قرآن, قرآن کریم فرموده که اگر یک نفر و شما باعث نجات جان یک نفر بشید انگار کل دنیا را زنده کردید اینقدر جان انسان ها اهمیت داره اما چگونه اصلا در جامعه میاد با جان انسان ها بازی میشه و در حدیث دیگه که رسول الله صلی الله علیه و آله بیننده چیزها رو همه در واقع جز معجزات نبوی یعنی بیانی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و که میفرماید ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء خداوند اینجوری علم بر نمی داره که اونو در واقع از بنده ها یک دفعه بگیره اونو یک دفعه علم و برداره نه ولیکن یک بدل علم به قبد العلماء با رفتن علمای واقعی و علمای ربانی و علمایی که فهم درست نسبت به دین داره برتری نسل برتری این امت ایزان بیننده و بیویج نسل صحابه و بیویج سه قرن اول این امت که رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد اونها میفرماید خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم یا خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین انسان ها اونها این یعنی که در زمانه من در عصر من دارن زندگی میکنن یعنی صحابه کرام ثم الذين يلونهم بعد از اون عصری که بعد از صحابه میاد یعنی تابعین ثم الذين يلونهم اصری که بعد از تابین میان تبع تابین اینها قرون طلایی امت بوده و رسول الله صلی الله علیه و اینو برای ما این سه قرن و بهترین قرن از بیننده معرفی کرد چرا هم فهم درستی که نسبت به دین داشتن این سه نسل از بیننده و هم تطبیق دین در جنبه عملی هم دین رو درست فهمیده بودن هم دین رو درست پیاده میکردن. خب این باعث شد که هم اعتقاداتشون درست بشه هم باورشون نسبت به خدا اینکه چگونه خدا را بشناسند درست الله ها بشناسن با کتاب الهی در واقع متمسک به کتاب الهی باشن و از خلال کتاب الهی خدا را بشناسن نه بر اساس تصورات خودشون نه بر اساس روایت های ساختگی بیاساس که اشخاص دروغگو تو سند اونها هست که ساخته شدن برای اهداف خاصی که دشمنان دین اینها رو ساختن برای اینکه دین را از محتوا خالی کنند برای اینکه اصلا اصل دین و, حقیقت و حقیقت دین ازش بگیرن یک سری خرافات به ما تحویل بدن یک سری چیزهایی که اصلا جز حقد و کینه و خرافات و اصلا ویران کردن دنیای مردم یعنی چیزهایی که حتی به درد دنیا مردم هم نمیخوره حتی به درد معیشت مردم هم نمیخوره حتی رشد و توسعه اقتصادی و در واقع صنعتی جامعه رو هم به بار میاره اصلا می بلکه برعکس اون حرکت میکنه ولیکن یقبد العلم به قبد العلماء با رفتن علماء در واقع علما که از میان میرن علم هم برداشته میشه علم کم کم میره حتی اذا لم یبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا زمانی که در واقع علما کم میشن علمای ربانی یا عرصه بر اونها تنگ میشه عرصه بر علمای ربانی بر اهل توحید زمانی که تنگ میشه اونهایی که مردم رو سمت قرآن فرا میخونن اونهایی که مردم رو به سمت سنت نبوی فرا میخونن اونهایی که مردم رو به سمت روایت های صحیح فرا میخونن اونهایی که مردم رو دعوت میکنن به سمت مکتب واقعی اهل بیت مکتب ناب اهل بیت زمانی که عرصه بر اونها تنگ میشه و انگهای مختلف میخورند و با شیوهای مختلف با اونها مبارزه میشه آقا این وهابیه اینها وهابی اینها محارب اینها مفسد و اینها اینها نوکر استکبارند اینها چنینند اینها چنانند اینها از فلان جا پول میگیرند یک شیخ یا یک عالم یا یک دعوتگری که اصلا پروندهش برای جامعه مشخصه یعنی کل مردم به جامعه پروندهش رو میدونند و با اون آشنا هستن میان آقا با اتهام ها با انگه های مختلف یا ترورش میکنند یا به زندان میبرند یا در واقع اعدامش میکنن با عناوین مختلف یا با ایجاد ارعاب و تهدید و چیزهای دیگه عرصه رو بر او تنگ میکنه عرصه رو بر دعوتگران تنگ کردن خب این گونه میشه که جامعه همون گوری که علامه برقی رحمه الله میگه که زمانی که خب شنون عرصه رو بر علامه برقی رحمه الله خودش تعریف میکنه بر ما تنگ کرده بودن و اصلا میگفتن فلانی دیگه پالانش کج شده و فلانی نمیدونم از اهل بیت بریده و فلانی دشمن اهل بیت شده و فلانی وهابی شده و فلانی فلان شده و فلانی همین انگایی که الان وارد میشه همین انگایی که الان به شبکه های توحیدی وارد میشه که آقا اینها وهابی اند و اینها چیزهای جدیدی آوردن و اینها اصلا با اهل سنت متفاوتند و اینها چیز دیگه میگند و اینها پول از فلان جا میگیرند و اینها رو فلان فلانی ها دارن حمایت میکنند و انگ درست کردن و همیشه اتهام را به دیگران دیگران را مقصر دونستن و دشمن تراشی کردن این متاسفانه مدیریت مدرنیه که تو جامعه ما داره اعمال میشه زمانی که به بنبست میرسن زمانی که بیکفایت ها در رأس امورن زمانی که فاسد ها در رأس امورن و در واقع انسان هایی که اهلیت ندارند اهلیت ندارند این همین حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله اینو مشخص میکنه اذن بدید که اذا اتخذ الناس رؤوسا جهالا علمای واقعی میرند عرصه بر اونها تنگ میشه به حاشیه رونده میشن نا اهلا میان عالم نماها میان و دین معاشان و کسانی که از دین میخوان برای مقاصد خودشان برای دکانداری خودشان برای د... ساختن دنیای خودشان استفاده ابزاری کنن اینها میان میدانو به دست میگیرن خب اینها که دیگه دین حق و مردم نمیگن اگه قرار باشه دین حق و مردم بگن که بازار اینها کساد میشه دیگه نمیتونن تجارتشون اصلا به جلو نمیره حتی واقعیت رو به مردم بگن و حتی بگن آقا خمس خمسی که شما داری به مرجع تقلید میدی اصلا ریشه ای در دین نداره این خمس اصلا مصارف چیزی دیگر قضیهش خب دیگه تمام دیگه بسات رو باید جمع بکنن که با این خمس به چه جاهای خودشون رسوندن چه زندگی شعانی که برای خودشون درست نکردن برای خودشون و فرزندانشون و اطرافیانشون و موقعیتی که برای خودشون درست کردن و اون آقایونی که در واقع اختلاس های آنچنانی و بچه هاشون رو فرستادن به اروپا و آمریکا و پاسپورت اونجا و ملیت اونجا گرفتن و در بهترین شرایط و امکانات دارن زندگی میکنن اما در جامعه اگر کسی بیاد در واقع مردم رو راهنمایی بکنه اینکه که آقا این راه غلطه این را به ناکجا آباد جامعه ما را به سوی تباهی میبره چگونه باش برخورد میکنه میریم از بیننده یک کلیپ هست ببینیم و برمیگردیم شل. بسم الله الرحمن الرحیم شب جمعه ساعت یک بامداد تاریخ نو اسفند 1398 اینقل ملت از کرونا نترسونید شب جمعه است حرم شلوختر از همیشه است اینم هم حرم اینم جمعیت خا بر سر اونایی که اعتقادشون تا دیروز این بود میگفتن چای امام حسین شفاست تو حرم حرم اهل بیت شفاست امروز نمیان زیارت ਕਰਨ بیا اینم زری آقا اینقدر با اعتقاد مردم بازی نکنید کرونا پاش و حرم اهل میگه اینقدر با اعتقاد مردم بازی نکنید کرونا پشمه بیایید آقا چرا حرم و خالی کردید شما که حرم نمیویدش خب اینها زمانی که این تفکر در جامعه متاسفانه جریان داره و اینو به وجود آوردن متاسفانه این چیزی نیست که یک شبه یا دو شبه یا یک سال و دو ساله به وجود اومده باشه این سالیان سالی که متاسفانه داره این خرافات و این شرکیات و این بدعت ها به نام دین به نام مکتب اهل بیت به نام اسلام ناب به خرد جامعه داده میشه به خورد مردم داده میشه و یک سری آدم نمونه اینو میبینیم که دیگه اصلا مغزش طوری پر شده که اصلا فکر نمیکنه داره چیکار میکنه یعنی چنان احساسات بر اون غلبه کرده که دیگه اصلا نمیدونه که به اقلانیت ازش گرفته شده که نمیدونه داره چه کار میکنه اصلا و همین کارها هست که اصلا این ویروس رو رشت داده و باعث گسترش این ویروس شده و باعث شده که در واقع این گونه ما ببینیم که چگونه کل کشور همه جا رو در بر گرفت. پس از آن بیننده اون گونه که این حدیث میگه در وا... زمانی که در, در حقیقت ما گفتم از بیننده اگه یک مقایسی بخویم داشته باشیم میان جامعه اروپای قرون وسطی در واقع که پنج قرن در حدود پنج قرن در جامعه در اروپا جامعه اروپا در چنین یعنی وضعیتی داشت به سر می برد و زندگی می کرد و بعد از اون چگونه اروپا و غرب در حقیقت در برابر دین و یعنی چگونه نشون دادن یک چهره بد از دین و خرافات را در جامعه به نام دین به وجود آوردن و انحراف دینی که در, واقع در حقیقت یک چیز قلابی غیر واقعیه و دین واقعی رو کنار گذاشتن برای اینکه یک عده منافع خودشون و مساله خودشون رو در لباس دین در این میبینند که واقعیت ها مردم گفته نشه یا مردم از دین دور نگه داشته بشن مردم از توحید و یکتاپرستی و وحدانیت خداوند دور نگه داشته بشن و این که این همه آیاتی که الله متعال می که آقا این هایی که به غیر از خدا شما اینها رو فرا می خونید ما یملکون من قطمیر حتی اون هسته سفیدی که دور هسته خرما هست اون پوسته سفید اون لایه مالک این هم نیستن اینا مخلوق اونی که شما میری سر قبرش و شفا از اون میخواد. آقا خودش مخلوقه خودش اصلا مالک زن رو نفی نیست تدعوهم لا يسمع دعاكم این آیات چقدر واضحه ایزان بیننده چقدر واضح و روشنه ان تدعوهم لا يسمع دعاكم آقا جان اگر شما بیر اینو فریاد بزنی که کرونا منو شفا بده اصلا نمیشنوه این اصلا تو این دنیا نیست که صدای تو رو بشنوه و بدونی که تو داری فلان حاجت رو ازش میخوای اصلا خودش تو حیاتش همچین کاری رو نکرده اینو شرک میدونسته جرأت نمیکرده همچین کاری بکنه خود همین در زمان حیات خودش دستان دعا را به سوی الله بلند میکرده حاجت خودش رو از خداوند میخواسته گریه و زاری میکرده سر سجده پیش خداوند میذاشته نیاز خودش رو عرضه به خداوند میکرده الان تو رفتی از قبر این سر قبر این حل مشکلات خودتو میخوایی ان تدعوهم لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم آقا جان اگه به فرض محال چقدر قرآن آیات ایزان بیننده واضح و روشنه برای کسی که برای اونایی که تدبر میکنن الله متعال لقوم یعقلون لقوم یذکرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها چرا در قرآن تدبر نمیکنید؟ مگر, مگر بر قلبهای شما قفل زده شده؟ چرا کتاب الهی رو نمی خونیم ازان بیننده؟ در آیات کتاب الهی در واقع تدبر نمی کنید. اما آخونده ها و غلاط شیعه متاسفانه و صفوی ها و روافظ تمام سعیشون بر اینه که مردم از قرآن دور بکنن این که مردم به سمت قرآن نیان و ضررها زی... زررها و زیانهایی که جامعه در نتیجه دوری از قرآن و در نتیجه دوری از دین حق ایزان بیننده و توحید الهی داره متعمل میشه و لو سمعو ما لکم اگر هم بشنون فرض محال فرض رو بر این بگیریم که دارم میشنون الله متعال داره میگه حرف بنده نیست ایزان بیننده و لو سمعو به فرض معال هم که بشنون مستجاب لکم نمیتونن اصلا خواسته شما رو برآورده بکنن این قدرت رو ندارن خداوند این توانایی رو ها نداده اصلا که بخوان خواسته شما را برآورده بکنن که الیاز و بالله بخوان جا پای خداوند بذارن که ویژگی ها و صفات خدایی پیدا بکنن آخه نمیشه انا اغن شرکای ان شرک الله هم تعالی میفرمایه من سرین شریک در واقع موجودات یا ذاتی هستم که از شرک بینیازم خدا من شرک رو بر نمیتابه اصلا کسی رو با خودش شریک قرار بده کسی رو هم سطح خودش قرار بده یا ما تصور رو اینو بکنیم که این میتونه کارهای خدای خداگونه برای ما انجام بده قدرت های ماورا بشری و ماورا ماورایی و عجیب غریب بخوایم به این انسان به این مخلوق نسبت بدیم ولو سم اوم استجابو لکم اگه هم بیشتر نمیتونه استجابت کنند شما رو و آخر آیه را نگاه کنید دنباله آیه الله تعالی چی میفرمان و یوم القیامت یک به شرککم. کن همین ها روز قیامت میان همینی که تو میری مزارش همینی که میری به حرمش به قول این آقا که تو کلیپ گفت که نمیدونم که اونها اعتقاداتشون فلان فلان شده که نمیان همین روز قیامت از تو اعلام بیزاری میکنه یک فرو نمی شرک کن آقا من که به تو نگفتم بیا پای قبر من حاجت به طلب آیا من به تو گفته بودم خداوند گفته از من به طلبی تو اومدی از قبر من طلبیدی اومدی از من طلبیدی اومدی من و واسطه با خدا الیازم عظم الله قرار دادی در حالی که الله متعال در کتابش میفرماید که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اگه بندگان از من سوال کنن من نزدیکم اجیب و دعوت الداعی اذا دعان آقا لازم نیست که سر قبر و حرم فلانی بری تو از شرک به عمل بیاری هر جا نشسته باشی دستان دعا به سوی الله دراز بکن الله تو رو میبینه الله خاصه تو رو میشنوه الله میتونه برآورده بکنه و الله رو نباید با یک پادشاه و یک حاکم مقایسه کرد که آقا مگر یک حاکم وزیر نداره وزیر وزرا نداره زیر دست نداره مگر مردم پیش اونها نمیرن خواسته خودشون رو مطرح کنن بعد اینها به حاکم میرسونن این قیاسی قیاس مال این قیاسی که مشرکان عرب می کردن ما نعبدهم هم الا لیقربونا الا الله زلفا ما که اینها رو نمی پرستیم اینها فقط داد ما را به خدا میرسونند اما ما که خدا را می پرستیم ما که همی چیز از خدا میدونیم شرک همینه دیگه مگه شرک شا خودم داره قریب قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَتَ اذا دَعْوَتَ اگه بنده از من بخواد من دعاش رو استجابت میکنم و قال ربكم و استجب لكم و خداوند میفرماید که مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم اگر از آن بیننده داشته باشیم میان جامعه قرون وسطا و اون چیزی که متاسفانه الان در جامعه ما داره جریان در جامعه ما جریان داره و انسان اروپایی که اصلا بعدها حالا اصل رنسانس وجود آمد که یک دوره گذاری بود در واقع میان قرون وسطا و اصل جدید و دوران حالا مدرنیست که بهش میگن یا مدرنیته یک دوران گذار بود قرون وسطا رنسانس در واقع یا انقلاب سنتی انقلاب فرانسه که بعد انقلاب کبیر بهش میگن که اونجا به وجود اومد که اروپا در واقع همه اینها رو انقلابی بر علیه دین میدونه بر علیه کلیسا چرا که چهره زیشتی از دین به مردم نشون داده میشد یک چهره زشت و مسخ شده از دین به جامعه نشون دادن اصلا مردم ها از دین بیزار میکنه مردم و دین گریز میکنه دینی که با علم مخالفه دینی که با قرنطینه مخالفه دینی که باعث نشر بیماری و مریضی میشه دینی که باعث بلای بیشتر در جامعه میشه دینی که باعث رکود بیشتر جامعه میشه دینی که خرافات و در واقع بر اقلانیت ترجیح میده خب این دین جامعه نمیتونه اونو تحمل بکنه هیچ جامعه ای هیچ فطرت انسانی چون این دینی رو نمیتونه تحمل بکنه دینی که اصلا کرامت شخصیت تو رو به رسمیت نمیشناسه اصلا کرامتت شخصیتت جانت هیچ اهمیتی نداره آب رود هیچ اهمیتی نداره خب چطور مردم چون این دینی رو جامعه در واقع خواهد پسندید و چطور این آقایون دین گریزی رو به وجود نمیارن در جامعه و بعد میام میگن که آقا اگر ما قوم رو مثلا قرنطینه میکردیم اسلام ضربه میخواد دیگه از اسلام چی مونده آخه دیگه از آب روی اعتبار اسلام چی مونده چی, چی گذاشتید چی باقی مونده در حقیقت امر رئیزان بیننده که در حقیقت برداشتی که انسان اروپایی از کلیسا و از دین کرد و چهره بدی که کلیسا در قرون وسطا از دین برجا که مساوی بود در واقع اون چیزی که فهمیدن تهجر دگمندیشی خرافه پرستی کنار گذاشتن عقل کرامت انسانی رو لگد مال کردن یک عده رجال دینی و کهنوتها بر در واقع مردم و بر جامعه مسلط شده بودند و هر چیزی که میخواستند و بر جامعه به جامعه دیکته میکردن به نام دین در حالی که این دین یک دین تح... تحریف شده بود یک دین انحرافی بود کسی هم جرأت نداشت اعتراض بکنه اصلا اگه صدای اعتراض تو بلند میکردی به جرم اینکه کافر شده یا مرتد شده از دم تیخ میگذروندن آدم ها رو با هر نوع فناوری با هر نوع ابتکار علمی با هر نوع در واقع تحولی در جامعه از هم مبارزه میشد اجازه نمیدادن که کسی حتی ابتکار علمی بیاره که در حقیقت بعد از اینکه امپراتور روم از بیننده به نام کنستانتین من خیلی خلاصه اینو شالا سعی میکنم چون وقت رو به پایان هست که امپراتور روم بود در واقع و اومد و به مسیحیت رو قبول کرد در همون اروپا کرون و در قرن حول حوش قرن چهارم میلادی تقریبا یعنی چهار، چهارم صده چهارم بعد از میلاد قرن چهارم میلادی که در حقیقت بعضی از نویسندگان اروپایی و تاریخ نگاران اروپایی اینو این تغییر دین کنستانتینو به نوعی یک حالا چون روم خودش دولت روم امپراتوری روم امپراتوری وسنی بود به بر اساس وسنیت و شرک داشت اداره می شد اما تو و در واقع مسیح ها در زیر سیطره این امپراتوری بودند و خیلی شکنجه می شودن. عرصه بر اونها تنگ شده بود نمیدونم به زندان میافتادن کشته میشدن و انواع شکنجه ها اصلا حیوانات درنده در انداخته انداخته میشدن تیک پاره میشدن و انواع شکنجه ها با میله های گداخته آهنین پشت اونها گذاشته میشد و داغشون میکردن انواع شکنجه های وحشتناک که دیگه حالا محاکم تفتیش عقاید قرون وست وستا در اروپا که کلیسا در واقع شکنجه هایی که اونجا اعمال میکرد دیگه معروفه کتاب های تاریخ حتی که خود اروپایی ها در کتاب هاشون زمانی که به تصویر میکشن اینها رو و این شکنجه ها که چطور فجی و وحشتناک بوده اصلا موی بدن انسان راست میشه خیلی وحشتناکه که نمیشه به زبان آورد اصلا همه اینها به نام دین به نام دین بر جامعه اعمال میشده و انجام میشد و این باعث شد بیننده بعد از اینکه کنستانتین اومد در واقع چون دید که و سنی ها و مسیح ها یک نوع حالت جدالی تو جامعه بین اینها هست چون و ها خودشون تکه تکه بودن زیاد بودن یعنی یک حالا بگیم فکر منسجم نبودن اما مسیحی ها مقاومتی که میکردند در برابر این شکنجه ها و انسجامی که داشتند و رشدی که مسیحیت داشت در جامعه روم در واقع چون خرافات در حقیقت خیلی دوام نمیاره و چیزهایی که مردم به کشیده بودند یعنی از این خرافات بعد این اومد در واقع خودشون حالا مورخان اروپایی میگن برخی که این تاکتیک, تاکتیک سیاسی بود برای اینکه جامعه رو منسجم کنه و سلطه طلبان در طول تاریخ ایزان بیننده و مفسدان این گونه بود استفاده ابزاری از دین در واقع که حالا که در واقع از این یک استفاده ابزاری بکنه برای اینکه یک انسجامی رو در جامعه حالا به قول خودش به وجود بیاره همه را تو یک خط بکنه و یک اعتباری به خودش بده یک مشروعیتی به خودش ببخشه که بعد از اون رجال دینی و کلیسایی موقعیت خیلی خوب پیدا کردن و قدرتی که اونها داشتن حتی میتونستن امپراتوری ها رو عوض, کن. امپراتور رو عوض کنن حتی فرمانروایان و در واقع اون کسایی که فرماندهان بلند پایه بودن میتونستن اونها رو را به راحتی عوض کنن و سیطره ای که بر جامعه پیدا کرده بودن از لحاظ مالی و اقتصادی یک دهم اموال مردم رو اختصاص میدادن به خودش یعنی میگفتن شما یک دهم مالتون رو باید به ما کشیش ها به ما آخوندها و حالا اون رجال دینی بدید از دسترنج مردم که در واقع همین اومه الان تو جامعه خودمون میبینیم دیگه خمسی که وجود داره و مراجع و آقایونی که این خمس رو میگیرن و چه زندگی که برای خودشون درست کردن با این همین کشیش که به مردم میگفتن آقا زهد و آقا کنارگیری از دنیا اگه میخوای به خدا برسی باید دنیا رو کنار بذاری باید به جسم و جسد خودت عذاب بدی هرچی بیشتر رنج بکشی تو به خدا بیشتر نزدیک میشی هرچی بیشتر خود از نعمت ها محروم کنی تو انسان دیندارتری هستی انسان پاکتری هستی که همه اینا خلاف دین هستن دین چیزی رو نگفته رهبانی یه تن ابتدعو خداوند میگه چیزی که خودشون ساختن خود مندر آوردی بود در واقع و همین چیزی که در جامعه ما میبینیم که آقایون میان به مردم میگن که آقا یک وعده هم میشه سر کرد میتونید گوشت نخورید میشه با نخوردن گوشت هم به سراورد آقا زهد آقا تقوا زهد علی تقوای علی اما متاسفانه در عمل کرد و در میدان عمل که نگاه کرده میشه اعمال وقتی دیدی میشه در میدان تطبیقی آقایون زندگی شاهانه آنچنانی دارن و چی زندگی که برای خودشون درست کردن اما مردم رو به زهد و پرهیزگاری فرا میخونه همونهایی که از منابع ملی اختلاس میکنند و بهترین زندگی برای خودشون درست کردن به مردم رو در واقع دعوت به زهد میکنن همون چیزی که در حقیقت در کلیسای قرون وسطا ازان بیننده دیده میشه و این در حقیقت حتی تفسیر نصوص دینی کلیسا میگفت آقا که این حق ماست کسی انجیل رو فقط ما حق داریم بگیم چی توشه بقیه نباید تفکر کنن بقیه نباید بخونن اسراری در اون وجود داره که فقط ما میدونیم ما به شما میگیم این راه رو شما باید برید ما بگیم اگه الان روزه شب هم باشه شما باید قبول کنید که روزه هر, هر چند تاریکی همه جا رو فرا گرفته و مسلم باشه برای مردم که شبه نه شما باید حرف ما را قبول بکنید و همون تفکری که در واقع در فکر آخوندی در فکر در واقع امامت وجود داره که امام قرآن رو فقط امام میدونه امام میتونه تفسیر کنه آقا تو که تو نمیتونی قرآن تو چرا میری قرآن بخونی در قرآن تدبر کنی قرآن رو فقط امام میدونه با این چیزها در واقع و با این ابزارها متاسفانه و خرافات و چیزهای ساختگی مردم از کتاب الهی اصلا فاصله داده شدن اونها از قرآن کنده شدن و کتاب الهی از جا مردم از در واقع از فهم کتاب الهی از تدبر در کتاب الهی و اینکه در حقیقت رب خودشون رو درست بشناسن چه کسی بهتر از خداوند میتونه خودش رو برای ما از بیننده معرفی بکنه چه, بس... بز... چه کسی بهتر از خداوند میتونه بهترین راه زیستن رو به ما نشون بده به ما معرفی بکنه و الله متعال کتاب خودش را ایزانه بیننده اینگونه به ما معرفی کرده که یه هدیل اللتی اقوام به آنچه که پایدارتر و سوارتر شما را هدایت میکنه من عمل صالحا من ذکر و اونثا و هو مؤمن فلنحیینه حي حیات طیبه زندگی پاک زندگی سعادتمندانه مندانه آرامش روانی الا به ذکر الله تطمئن القلوب قلوب همه اینها ازان بیننده در پرتو چنگ زدن به کتاب الهی در پرتو چنگ زدن به سنت صحیح نبوی و باور کنید دین واقعی و دین حقیقی نه تنها باورهای ما را اصلاح میکنه بلکه دنیای ما را خواهد ساخت بلکه جامعه ما را جامعه مترقی و متمدن میکنه همانطور که مسلمان ها در همون زمانی که اروپا در قرون وسطا بود و در جهل و در خرافا و در نمیدونم ضد علم و ضد ابتکار و ضد فناوری و اینی که آقا هرچی بر سر ما اومده باید دستمسته بشینیم و هیچ کاری نکنیم و اینها تقدیر هست و سوء استفاده ای که رجال کلیسا می کردن فساد اخلاقی که داشتن فساد مالی و سوء استفاده مالی که میکردن همه و همه اینها چگونه باعث شد که جامعه اروپا در واقع دید بدی نسبت به دین ازان بیننده پیدا بکنه اما دین واقعی و دین حقیقی و قرآن و سنت نبوی باور بکنید ترقی باورها و اعتقادات صحیحی را هم سلامت روحی روانی ما را تضمین میکنه و هم جامعه ما را خواهد ساخت هم توسعه جامعه رشد جامعه انسجام جامعه و ترقی واقعی رو به جامعه به ارمغان خواهد آورد و اینو یقین بدونیم چرا که الله ما گفته و الله ما هم و الله و پروردگار و خالق ما باید یقین بدونیم از بیننده که خلف وعده هیچگاه نخواهد کرد و در این شرایط به الله متعال بازگردیم دعا بکنیم استغفار و توبه بکنیم چرا که با بازگشت به سوی الله و استغفار و توبه و خواستن از الله متعال انشاءالله الله متعال این بلا و این مصیبت را از سر ما برخواهد داشت و از الله خواهانم که حافظ و نگهدار ما و شما باشه و ما و شما رو ختم به خیر بکنه تا برنامه بعد همه به الله متعال بسیم